حمله افراد مسلح به نمازگزاران روز جمعه در مسجد سنی ها در استان دیاله از سوی گروه های سیاسی شیعه و سنی عراق محکوم شده است. اما اختلاف نظر بر سر عاملان آن هنوز ادامه دارد. سلیم جبوری رئیس سنی مذهب پارلمان عراق این حمله را خطری برای روند سیاسی عراق دانست و خواستار مبارزه همه جانبه با تروریست ها در عراق شد. یعبر مجلس النواب عن اسف البالغ اذا پارلمان عراق تأسف و تأثیر عمیق خود را از رخداد مسجد مصعب بن امیر و هدف قرار دادن مردم سردوس منطقه را اعلام می‌دارد. این جنایتی فجیع است و ما باید مشترکاً برای حل این بحران کار کنیم. گروه سیاسی شیعه معروف به ائتلاف ملی عراق نیز طی بیانیه‌ای حمله به مسجد سنی ها را محکوم کردند. مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکومیت این حمله از رهبران همه جناح‌های سیاسی عراق خواستار اتحاد علیه خشونت مرگبار بنیادگرایان در عراق شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم این حمله مرگبار به نمازگزاران را محکوم کرده است. روز جمعه افراد مسلح ناشناس به مسجد مصعب بن امیر در استان دیاله حمله کرده و به سوی نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند. این افراد همچنین با محاصره مسجد مانع از انتقال جسد کشته شدگان توسط آمبولانس ها شدند. گرچه منطقه مورد حمله تحت کنترل دولت مرکزی عراق است، اما شیعیان داعش را مسئول این حمله دانستند، در حالی که گروه های سیاسی سنی شیعه های تندرو را مسئول می شناسند. حسن سربخشیان، صدای امریکا.